بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر همگی، من سید محمد حسین جعفری ام، خلاصش میشه سید جعفری. توی تیم نوآوران شریف کار میکنم، بعد همین فکر میکنم کافی باشه. خب فرست کلاس سیتیزن ها توی کاتلین به فانکشن ها گفته میشه. از اون اول وقتی جت برین اومد کاتلین رو معرفی کرد، گفتش که ما هدفمون و نگاه اولمون به فانکشن ها بوده و سعی کردیم همیشه فانکشن ها رو تو اولویت و نسبت به بقیه کانستراکت های کاتلین قرار بدیم. حالا ما هم برای همین موضوع اومدیم اولین ارائه‌مون در مورد کاتلین رو با فانکشن ها گذاشتیم. یه چیز هم پرانتزی بگم، این احتمالاً آخرین ارائه حضوری منه، برای همین شاید بقیهش غیر حضوری باشه. بریم جلو. این وضع تر باز میشه. آره نامرد. خب اینجا رو که اسپویل کردم، فانکشنز آر فرست کلاس سیتیزن و همچنین لامده ها هم یه نوع فانکشن هن. علتش هم تقریبا بهتون گفتم چرا بهشون فرست کلاس سیتیزن میگن. چون شما در هر جای زبان کاتلین که نیاز باشه دوست داشته باشید میتونین از فانکشن ها استفاده کنید. روش ها، پیاده سازی هاش، استفاده هاش و یوز کیس های طبیعتا متفاوتی با هم دیگه دارن. اولین حالت فانکشنی که من تو ذهنم رسید و اینجا نوشتم توی کاتلین این فانکشن ساده است. این یه فانکشنه که خب پرایوت، اینجوری هم نوشته میشه. ریتن تایپش هم بعدم میگیم چیه. این ساده ترین حالتیه که میشه توی کاتلین شما فانکشن بنویسید. یعنی یه فایل درست میکنید، اونجا شروع میکنید، بدون اینکه هیچ کلاسی برخلاف جاوا باشه یه پرایوت فان مینویسین و فانکشن اولتون تشکیل میدید. تایپ بعدی فانکشن های کاتلین فانکشن هایی که اسمای باحالی دارن. توی جاوا شما نمیتونستید تو اسمای فانکشن هاتون فاصله بدید یا یه سری کاراکترهایی که غیر مجازن رو استفاده کنید. کاتلین این ابزار رو فراهم کرده براتون که با استفاده از یه دونه بکتیک اینجا و یه دونه بکتیک بعدش میتونید هر چیزی که دلتون میخواد اون وسط بنویسید. متاسفانه استفاده از این فانکشن ها یه مقدار سخته. باید دقیقا همینجوری نوشته بشه و خب از این جهت زیاد توی کد ازش استفاده نمیشه. البته توی کد که میگم منظورم پروداکشن کده. جاهایی که این استفاده میشن خیلی مرسومن توی تستان. وقتی از اینا شما توی تست استفاده میکنید جی یونیت میاد، حالا من فریم ورکم جی یونیت، میاد اون بکتیک رو بر میداره و مثل یه جمله براتون اون اسم فانکشن رو مینویسه. برای همین خانایی اون لاگ یا حالا اون دیباگر تستتون رو به شدت بالا میبره. فرمت بعدی تا اینجا خیلی پیچیده نبود، یه ذره با اسم فانکشن رو بازی کردیم. حالا ببینیم با فانکشن ها چی کارم میشه کرد. شما میتونید فانکشن های کاتلین رو حتی توی وریبل ها هم ذخیره کنید. بعد جاهای دیگه به جای که فانکشن رو صدا بزنید از روم اون وریبل، اون رفرنسی که اون وریبل داره استفاده کنید، اون فانکشنی که نیاز دارید رو صدا بزنید که قبلا بهش اساین کردید. البته این الان یه فانکشنه که اصطلاحا بهش لمدا فانکشن هم میگن. من این لمدا فانکشن اومدم به وریبل فانکشن وریبل اساینش کردم. حالا پوینتر همین فایل نشون میدم که چجوری میشه از این فانکشن استفاده کرد. خیلی شبیه استفاده از فانکشن های معمولیه، یعنی جلوش یه پرانتز میذارید و پارامترهای مورد نیازش رو پاس میدید. اما اگه ببینید یه ذره ساختارش با قبلی ها فرق میکنه. این ما قبلی ها پارامترهای ورودیمونو توی پرانتز تعریف میکردیم، اینجا اینجوری نیست. اینجا میایید به صورت توی خود اون کروشه یا حالا آکولاد اگه اشتباه نکنم بهش میگن، برکتی که باز میکنید اونجا بهش میگن. فارسیشون حالا که اومدیم فانکشن رو به یه دونه وریبل ذخیره کردیم، از دید یه جاوایی این یه کار تقریبا معجزه آساییه. یعنی اینو به یه جاوا نشون بدیم میگرخه رسمه. دیگه چی کار میشه کرد؟ همون فانکشن رو میتونیم به پارامترهای یه فانکشن دیگه هم پاس بدیم. یعنی میتونیم فانکشنی داشته باشیم مثل این که بیانمش وسط. اینجا میتونید شما در واقع تو اون پارامتر اولی که بازم اسمش فانکشنه یه فانکشن دیگه پاس بدید. به اون دومی میگن لامدا فانکشن، بالاتر دیدیمش. اما اون اولیه که دارید میبینین فانکشن وید فانکشن پارامتر، این یه فانکشن معمولیه.
حالا دیدیم که ما میتونیم فانکشن ها رو هم اینور اونور پاس بدیم. دیگه چی کار میتونیم بکنیم؟ ما میتونیم فانکشن رو ریترن کنیم. یعنی چی؟ تا الان پاسش دادیم. توی یه وریبل هم ذخیرهش کردیم، فقط مونده پاسش بدیم. یعنی ریترنش کنیم دیگه. خب اونم که با وریبل ها فرقی نمیکنه. تو این حالتی که دارید میبینید، خروجی ما که اینجا تعریف شده در واقع یه فانکشن دیگه است. استفاده کننده از این فانکشن، کسی که میخواد این از این فانکشن اصلی استفاده میکنه، خروجی که بهش میده در واقع یه دونه آبجکتیه که اون آبجکت خودش فانکشن. شاید یه ذره پیچیده دارم میگم، ولی پیاده سازیش دو تا پرانتز پشت سر هم میشه. باز جلوتر میبینیم. خدا رو شکر همه حالتهای فانکشن ها رو پیاده سازی کردیم. نه، یکم دیگه هم مونده. شما میتونید توی کاتلین اکستنشن فانکشن هم داشته باشید. راجع به اینا بیشتر هم صحبت میکنیم. اما یه نکته‌ای که خواستم همینجا بگم اینی که خواهشن اکستنشن فانکشن ها رو با فانکشن هایی که توی کلاس ها تعریف میشه قاطیشون نکنید. یعنی این فانکشن ها همون فانکشن هایی نیستن که شما میاید توی بدنه کلاستون تعریف میکنن. با هم دیگه فرق دارن. اونا به عنوان مثال، ساده ترین مثالی که میتونم بزنم، اونا وقتی شما یه فانکشن رو داخل یه کلاس تعریفش میکنید، به پرایوت وریبل ها، به پرایوت فانکشن های دیگه دسترسی دارید. اما وقتی یه دونه اکستنشن فانکشن مثلا برای یه کلاس استرینگ تعریف میکنید، به هیچ کدوم از چیزهای پرایوتش دسترسی ندارید، چون ساختار پیاده سازی این اکستنشن فانکشن ها اصلا با اونا فرق میکنه، یه جور دیگه‌ای. یکم جلوتر راجع به اینا بیشتر حرف میزنیم. آخرین تایپی هم که اگه اشتباه نکنم، آخرین تایپی هم که تو ذهنم اومد اینر یا لوکال فانکشن هست. یکی دو روز پیش هم تو گروه بحثش شد. استفاده زیادی که از اینا میشه من دیدم بیشتر برای ریکرسیو هست و الگوریتم های ریکرسیوی که میخوان داخل بدنه یه فانکشن نوشته بشه رو با استفاده از فانکشن های نستد پیاده سازی میکنن. البته اگر اومدید از اینا استفاده کردید، حواستون باشه کتاب کلین کد میگه فانکشنی که بیشتر از 3 خط کد داره یه جاش میلنگه. حواستون باشه. یه کار دیگه که میشه کرد اینه که تا الان ما میومدیم کلاس از کلاس اکستند میکردیم، کلاس از اینترفیس اکستند میکردیم، حالا میایم کلاس از یک فانکشن اکستند میکنیم. یعنی چی؟ یعنی که میایم مینویسیم کلاس مای فانکشن کلاس و در نهایت اینجا روبروش به جای اسم یک کلاس دیگه یه فانکشن مینویسیم و در نتیجه چیزی که به ما میده یه تک متد که بعد اوورراید بشه. اسم اون متد اینووکه. راجع به اینووک بعداً مفصل حرف میزنیم. و آخریش، شما میتونید فانکشن ها رو، من گفتم دو تا تایپ فانکشن داریم، لامدا فانکشن و فانکشن های معمولی. شما میتونید این دوتا رو به همدیگه تبدیل کنید. یعنی لزومی نداره حتما اگه یه فانکشن دارید بعد میخواین لامداش کنید بعد بیاید یکی دیگه بنویسید. کاتلین فکر کنم تو ورژن های جدیدش هم از این فیچر اجازه میده که یه فانکشن معمولی رو به لامدا فانکشن تبدیل کنید. طریقه این کارم همینه. اگه یادتون باشه بالاتر یه دونه ساده ترین فانکشنی که نوشتیم اسمش this is a function بود که با فان تعریف میشد، پرانتز جلوش بود. با گذاشتن این دوتا کلن شما میتونید با دوتا دو نقطه میتونید اونو به یه لمدا تبدیلش کنید که الان تونستیم توی یه دونه وریبل ذخیرش کنیم. این دو نقطه کارهای زیادی داره، مخصوصا میگم توی این ورژن های جدید کاتلین که خیلی چیزها رو اومدن قایم کردن اصطلاحاً این شکلی، ولی تو این ارائه نمیتونیم زیاد به این دو نقطه بپردازیم. اینم در نهایت کارهایی که فانکشنایی که ما تا الان پیاده کردیم. اگه یادتون باشه گفتم که استفاده از این فانکشن ها باید دقیقاً همون جوری باشه که تعریفشون کردیم. بعد خود اینتلیجنس هم زیاد نمیتونه کمک کنه، برای همین استفادهشون رو سخت میکنه. بیشتر یوز کیسی هم که دیدم بازم میگم توی تستا بوده. اینم داره قرمز نشون میده، شما توی اندروید حق ندارید همچین چیزی استفاده کنید. کاتلین تست. اوه ببخشید. آها این قرمزه دوستان. ملت این قرمزه. این همون فانکشنیه که گفتم شما به فانکشن پاس میدید.
یه جا دیگه گفتم که ما از فانکشن میایم فانکشن ریترن میکنیم، منظورم این بود که اداره فانکشن ریترن میکنه. اگه نگاه کنی پرانتز اولی برای صدا زدن خودشه، دومی برای صدا زدن اون فانکشنیه که داره ریترن میشه. یکم پیچیده شد، یکم اینم اون اکستنشنیه که بالاتر نوشتیم. خود کلاس استرینگ این اکستنشن رو نداره، ما اومدیم بهش اضافه کردیم، در واقع این فانکشن رو نداره، ما اومدیم این فانکشنالیتی رو بهش اضافه کردیم. اینم که خب فانکشنامون دو تا فانکشن تو هم دیگه بود. حالا اگه کال کنم توی لاگ میتونیم همشو ببینیم. الان تو پرزنتیشن مودم، اگه اجازه بدید این یه دونه رو کال نکنم. این همون کلاسی بود که از فانکشن اکستند کرده بود. میبینید که مثل یه کلاس معمولی دارم میسازمش، یه دونه آبجکت بهم میده و اون آبجکت رو میتونم روش کال کنم در واقع. آخریش هم اون فانکشنی بود که این فانکشن قبلی اینو میگید؟ ببخشید اینه این کلاس ها مثل کلوجران، این کلاس معمولی در واقع کلاس رو خیلی شبیه به فانکشنش کردم. حتی استفاده های پایین ترش هم اگه ببینید اومدم مثل یه فانکشن ازش یه دونه آبجکت ساختم، توی وریبل نگرش داشتم، بعد دوباره اونو صداش کردم. اگه دقت کنین اثری هم از اون متد اینوک نیست. گفتم که یه ذره اون اینوک پیچیده است، میستریسه. بعدن اینوک رو راجع به صحبت میکنم. قسمت اولش بود. یه مفهومی وجود داشت توی جاوا به نام متد. بعد ما اومدیم تو کاتلین دیگه هیچ کی حرف از متد نزد. همه گفتن فانکشن. خب این متدها کجا رفتن؟ متدها چی شدن؟ فانکشن‌ها چی هن؟ اینا در واقع خیلی شبیه به همن. بیاین دوباره یه بار دیگه نگاهی به فانکشن بندازیم. این فانکشنی بود که ما اول تعریف کردیم، خیلی ساده بود. اینم هم همون فانکشنه که البته داره یه چیزی ریترن میکنه. حالا خروجی این فانکشن چیه؟ ریترن تایپش چیه؟ ریترن تایپش یونیته. این یعنی چی؟ یعنی که من میتونم بیام هر جای کاتلین هر فانکشنی که دارم یه دونه ریترن پشتش بذارم. همه فانکشن‌های کاتلین ریترن دارن، حتی اگه شما تعریف نکنید. و اگه شما تعریف نکنید اون ریترن تایپ اسمش یونیت. این اجباریه تو کاتلین و توسط خود کامپایلر هم اجبار میشه بهتون. اینجا تفاوت بین پروسیجر که تو زبان‌های خیلی قدیمی اگه اشتباه نکنم لیسپ و فانکشن‌ها مشخص میشه. لیسپ پروسیجرها فانکشن‌هایی هستند که ریترن ندارن، ریترن تایپ ندارن. یعنی فقط یه کاری رو انجام میدن توی خودشون یا یه استیتی رو تغییر میدن ولی چیزی ریترن نمی‌کنن. اما فانکشن‌ها کانستراکت هایی هم که علاوه بر اینکه یه کاری رو انجام میدن یه خروجی رو هم ریترن میکنن. حالا اینجا میفهمیم که چرا توی کاتلین همه چیز رو ما باش میگیم فانکشن، چون همه چیز ریترن تایپ داره و همه چیز یه چیزی رو ریترن میکنه. ما اولش گفتیم متد. بریم ببینیم متد ها اون کجا رفتن. باز ریترن تایپ های مختلف دارم میگم. این یه متده، فرقش رو میتونید ببینید؟ آفرین. به فانکشن هایی که داخل یک کلاس تعریف میشن متد میگن. و چون این دید فانکشن یه دید ابسترکتریه، یعنی انتزاعی تره و متد رو شامل میشه، فانکشن هم شامل میشه، برای همین ما توی کاتلین همیشه میگیم فانکشن داریم. حتی به متد هامون هم میگیم فانکشن داریم و این حرف غلطی نیست. شاید تا اینجا بپرسید که خب اینا به چه درد میخوره. یکی از علتهایی که اینا خیلی به کار میره تو مکالماته. شما وقتی دارید با هم دیگه مکالمه میکنید مدام دارید راجع به کد حرف میزنید، اما اگه ندونید اسم اون تیکه کدی که دارید میزنید چیه، اون وقت باید بگید که همون چیزه، همون دو نقطهه، همون علامت سوال دو نقطهه، اسمش الویسه، علامت سوال دو نقطه. اینا همه اسم دارن. وقتی اسما میان میشینن سر جاشون، وقتی مفاهیمو با اسما مچ میکنید، مرتبط میکنید، اون وقت خیلی وقتا مکالمات، ارتباطات و در نهایت ریدبیلیتی اون کدی که خانایی اون کدی که دارید میزنید به شدت بالا میره. جلوتر یه دونه فانکشن تعریف کردیم که یه ذره عجیب غریب بود.
یه فانکشن داشت که پارامتر، یکی از پارامتراش فانکشن بود. تو دنیای فانکشنال پروگرامینگ به اون فانکشن ها میگن هایر اوردر فانکشن. یعنی اینا که هی اصرار دارن هایر اوردر فانکشن بزنین و کاتلین ساپورت میکنه و اینا، چیز عجیب غریبی نیست. یه فانکشنی که یه فانکشن دیگه تو ورودی میگیره. حالا خود کاتلین یه سری استاندارد هایر اوردر فانکشن داره که خیلی کارایی داره. تقریبا هر کدی که ما میزنیم یه ذره از اینا داریم قاطیش میکنیم. این 4-5 تا کاربرداشون به شدت نزدیک به هم، اما وقتی وارد داستان مفاهیم میشیم، وقتی میخوایم کانسپتی رو عوض کنیم یا یه کانسپت دیگه ای رو پیاده سازی کنیم، اون وقت اینا با هم دیگه فرق میکنن. نکته کنکوری یا مصاحبه ایش اینه که بهتون میگن اپلای مثلا چه فرقی داره با آلسو. خب اپلای دیسه، اون ایته. البته این که میگم ایته اون دیسه، اینا هم خودش اسم داره، جلوتر بهتون میگم اینا چیه. اما در حالت کلی اگه بخوام یه قراردادی بین خودمون بذاریم، اپلای میشه وقتی ما یه آبجکتی رو داریم، یه چیزی رو داریم، میخوایم یه چیزی روش اپلای کنیم، یه چیزی روش اعمال کنیم و دوباره ادامه مسیر خودمون رو بریم تو، از اپلای استفاده میکنیم. اما یه جایی هست شما داری یه آبجکت میسازی و ریترن میکنی، میتونی از آلسو استفاده کنیم. یه جوری به کدت میفهمونه اینی که ریترن کردی همچنین این کار هم بکن. یعنی فرقشون فقط سمانتیکه، فقط مفهومیه. آخری که نه، ران بعدیشه که تقریبا خیلی شبیه دیسه. تفاوت ران و دیس ریترن تایپشونه. ریترن تایپ اپلای همون آبجکت استرینگه، ولی ریترن تایپ ران خروجیه که شما توی اون لامدا فانکشن برمیگردونید. این تفاوتو با هم دیگه دارن. ران کچینگ یکی از جالبترین فیچرهای کاتلینه. شما هر کاری میخواین تو اون یه تیکه بلاک کدتون انجام بدین، بعد اگه هم بتره که اون توی یه دونه ترای کچ محکم وجود داره، نمیذاره خروجی خطرناکی داشته باشه. خروجی این هایر اوردر فانکشن یه ریزالته. جان لنت رو میگید، بالایی رو میگید شما، اینو میگید، پایینی رو میگید. آوه داده زفت اون بخش داتران، چون گفتی که ترای کچ داره پس باید اون از جنس اینتیجر نباشه ریترن ولیو. داتران رو نگفتم، ران کچینگ رو گفتم، ترای کچ داره. آه بس من اشتباه شدم. داتران خیلی شبیه اپلایه که خروجیش فرق میکنه. خروجیش میتونه هر چیزی که شما میخوای باشه. اپلای همون آبجکتی رو بهت ریترن میکنه که بالاتر روش اپلای زدی. پایینتر ران کچینگ رو داریم که توش ترای کچینگ داره. خروجیش میتونه نالبل باشه. همونو میخواستم به من گفتی تو رام، گفتم اون اینتیجر باید نالیبل باشه، ولی توی ران کچینگ بوده این مسئله. دابله. خب میدونم وقتی ترای کچ داره اگه به کچ بخوره چه اتفاقی میفته؟ یه آبجکتی برمیگردونه از جنس ریزالت. اصلا ریزالت رو شما درست نمی کنید. آها. این آبجکت برگردونه میشه. اگر کرش کنه، اگر اکسپشن بده، این ریزالت یه دونه سیلت کلاسه. سیلت کلاسیه که یه طرفش اکسپشن شماست، یه طرفش ریزالت شماست. این ریزالت تو باز دو دنیای این ریزالت تو دنیای فانکشنال پروگرامینگ خیلی معنی داره. آخریش هم لته. این لته بنده خدای بدبخت ما در واقع همون مپ ماه. منتها چرا اسمشو گذاشتن لت؟ چون می‌خواستن جنرال‌تر بهش نگاه کنن. ولی من دوست دارم هر وقت که لتو می‌بینم به چشم مپ بهش نگاه کنم. یه نکته هم بگم، اینایی که من گفتم برداشتایی بوده که از استفادهشون از دیدن یه عالمه تاک دیگه برداشت کردم. و لزوماً حرفی که من زدم درست نیست. هدف این فانکشن هم همینه. یه چیز انقدر ابسترکت و جنرالی بنویسن که هر کسی با هر سلیقه‌ای که دوست داره استفاده کنه. ولی ترجیح اینه که سعی کنید استفاده هاتون رو یکسان نگه دارید. مثلا یهو به جای آلسو نیاید اپلای بنویسید که کد تمیزتری بمونه.
آها، ما تا اینجا راجع به پارامترها صحبت کردیم، گفتیم این پارامترش اینه، اون پارامترش اونه، ولی واقعا پارامتر چیه؟ بریم راجع به پارامتر آرگومنت صحبت کنیم. تو جواب خیلی میگفتیم آرگومنت مقدار ورودی. حالا ببینیم این خیلی جاها اشتباها هم میگیم پارامتر. بریم ببینیم فرقشون چیه، کدوم کدومه و کجا کدوم به کار میره. All the way. یه فانکشن معمولی دیگه نوشتم دوباره که یه پارامتر داره به نام first، یه پارامتر دیگه داره به نام second. چرا به اینا میگم پارامتر؟ چون توی بدنه این فانکشن تعریف شدن، یعنی توی اون پرانتزا first و second ما تعریف کردیم به عنوان پارامتر ورودی، پس به اینا میگیم پارامتر، قراردادی که بین خودمون گذاشتیم. اگه سوالی دارید مثل ایشون بپرسید وسطش، مشکل نداره، نذاریم برای آخرش. قبل از اینکه بریم سراغ آرگومنت ها، پارامتر جای دیگه ای هم به کار میرن. اون تی که دارید اونجا میبینید هم اسمش یه پارامتره، اما بهش تایپ پارامتر میگن، یعنی تایپ رو تعریف میکنه. قبلی میومد پارامتر آبجکت های ورودی رو تعریف میکرد، اینجا میاد تایپی که این فانکشن قبول میکنه رو تعریف میکنه. این هم همون تیه، به جای فانکشن اومده پشت جلوی کلاس، بازم بهش تایپ پارامتر میگه، یعنی تفاوتی نکرده، فقط جاش عوض شده.